سلام، به تماشا خوش اومدی. من مریم عرفان هستم. در برنامه این هفته گپی با کیوان مهجور درباره طراحی‌های روزانه‌اش. گشتی در میان دیوارنگاره‌های چینی. و نگاهی به رقصی متأثر از جنگ، تبعید و بحران هویت. بریم سراغ کیوان مهجور، نقاش ایرانی ساکن مونترال کانادا. کیوان مهجور اصفهانیه و در دانشگاه شیراز ادبیات خونده. خودش میگه ادبیات خونده تا سر از رمز و راز نقاشی ایرانی در بیاره. در این سالها به نمایشگاه گذاشتن علاقه چندانی نشون نداده، اما در عوض هر روز در صفحات مجازیش در فیسبوک و اینستاگرام یک طراحی میذاره و طرفدارم زیاد داره. سام فرزانه به مونترال کانادا رفته تا با مهجور درباره این طرح‌های روزانه‌اش گفتگو کنه. سالهای ساله که کتابچه‌های یادداشت روزانه دارم، خب که یه نمونه هایش رو میتونم بهتشون بدم. 40 ساله 40 تا دفتر دارم که مال هر کدوم مال یک سالیه و توی اون هر روز یک طرحی زده شده. از یه حادثه ای در حقیقت این موضوع شروع شد و اون موقعی بود که از ایران آمدم. وقتی که از ایران آمدم به فرودگاه روم که رسیدم، یک مرتبه متوجه شدم که ایران رو ترک کردم و این خیلی خیلی ضربه مهمی بود، این درک لحظه من. و شاید حالا فقط این مهاجرین و کسایی که با قایق خودشون از ترکیه به یونان میرسونن این موضوع رو خوب حس میکنن که راه برگشتی نیست، برای اینکه اونجا جنگه یا هر چیز دیگری هست و نمیدونن هم به کجا دارن میرن، ولی باید برن. این باعث شد که من به حضور اون روز و اون لحظه دائما در هر کاری که میکنم فکر کنم. اون لحظه و اون روز مهمه، اون چیزی رو که اون روز فکر کرده و احساس کرده ثبت کنم. بعد من رفتم پرتغال. بعد از یک سال نیم اقامت در پرتغال به کانادا آمدم. همیشه صحبت من با کنسول کانادا در پرتغال این بود که او به من میگفت که تو اگر آشپز پرتغالی بودی خیلی زود من همین الان به تو ویزا میدادم، ولی ما آرتیست احتیاج نداریم. و این خیلی برای من جذاب بود. یعنی همیشه فکر کردم که چقدر، هیچ وقت در زندگی فکر نمی کردم که به یک اصفهانی بگن که اگر تو آشپز پرتغالی بودی من تو رو به ویزا بهت می دادم، ولی اگر یه آرتیست بودی نه. مادرم اولی مشاور من بود برای نقاشی، برای اینکه خودش نقاشی خوبی داشت و خط خوبی می نوشت و او برای اولین بار واقعا نقاشی رو کم رنگ می کشید و به من می داد که پر رنگ کنم. حتی مشقای مدرسه ابتدایی هم رو کم رنگ می نوشت و من پر رنگ می کردم. همینطوری خیلی زود خطم خوب شد و نقاشی رو همینطوری یاد گرفتم. تابستونای 6 سال دبیرستان رو مادرم من رو برد پروی حاج مصویرالملکی که نقاش خیلی معروف اصفهان بود در اون زمان، مینیاتوریست خیلی خیلی مهمی بود که هنوز به سنت صفوی
کارگاه داشت و شاگرد قبول میکرد و از رنگ ساختن تا قلمگیری های آخر مینیاتور رو یاد میداد. اون دوره برای من خیلی جالب بود، برای اینکه مفاهیم میدیدم که چطور مفاهیم ادبی رو توی نقاشی های مینیاتور تعبیر و تفسیر میکنه. به همین دلیل من فکر کردم که کار مینیاتور و اساسا نقاشی ایرانیان رو مصور کردن آثار ادبیه و مفاهیم اون. به همین دلیل من وقتی رفتم دانش از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، با خودم فکر کردم که بهتره برم ادبیات بخونم و ببینم چه خبر، و این خیلی تاثیر مهمی روی نقاشی من گذاشت. مدت زیادی نیست واقعا که خودم رو به عنوان نقاش معرفی میکنم. نمیدونم، شاید فکر میکردم که کماکان بایستی به کارم ادامه بدم تا به یک بلوغی در کار خودم برسم، و یک طوری هم واقعا یه مقداریش هم پنهانکاری هم بود، یعنی پنهانکاری از اینکه آزادی خودم رو حفظ کنم، از اینکه مورد قضاوت کسی واقع بشم. یه دو آدمی بودن که واقعا بالاخره ما باهاشون بزرگ شدیم، به عنوان پدر بزرگ، مادر بزرگ یا کسای دیگه، و نقشای خیلی مهمی توی زندگی من داشتن. مثلا از دوره پهلوی اول باقی مانده بودن، میدونم با همون کلاها و پالتوهای بلند و اینا، خیلی عکسای زیبایی از اونا هست. و یه خانم هایی بودن که خب کشف حجاب شده بود، مثلا چادر سر نمی کردن، ولی چادر مثل این که یه نقطه تعادلی بود، تعادلشون به هم می خورد. خب وقتی که چادرشون برمی داشتن و بدون چادر می رفتن، اینا خیلی آدم های مورد علاقه من توی کارام هستن. می بینی این کارکترهای اینطوری توی نقاشی های من واقعا یه استعاریه از اون دوره برزخ. تعداد کلاغ های اصفهان خیلی خیلی زیاده، و خود اون کلاغ ها واقعا یک جنبه از زندگی اصفهان بود، بخشی از اون بود، بخشی از مبارزات مردم اصفهان با اون چیزهایی که کلاغ ها می رو بودن از خانه ها بود، از ماهی، از صابون، از طلا و جواهراتی که کنار حوض ها باقی می بود. و این داستان زندگی مدام با این حیوانات برای من خیلی خیلی جذاب بود. من یه روز بعد از اینکه کار رو توی دفترم میکشم، اون وقت اجرای اصلیش رو انجام میدم. فیسبوک و اینستاگرام برای من مثل همون مغازه واقعا ایدئالیه که من فرصت اون رو پیدا نکردم که داشته باشم. یک چیزی که من فکر میکنم همیشه اینه که ما آخر سر یه شی به وجود میاریم. اگه این شی بتونه گفتگو و واکنش ایجاد کنه و اسباب گفتگو بشه، اون نقاشی موفقیه. همین. من از رنگ دور نشدم، بلکه یاد داشته روزانه است که اسباب تولید واقعا
انبوه طرح‌های سیاه‌سفیدم شده و این نقاشی برای من خیلی امر واقعا و رنگ برای من خیلی امر مهمتریه، خیلی به اون علاقه دارم، خیلی خیلی تأثیرهای مختلفی از آدم ها به خصوص اخیراً در سفرهای زیادی که به آمریکای جنوبی کردم در چند سال اخیر خیلی بیشتر میبینم که تأثیر اونا، تأثیر رنگ در کارام چقدر بیشتر شده، رنگ‌های روشنه، خیلی تند حتی. یه نقاشی خیلی تحول پیدا میکنه تا میاد تمام بشه و اینکه من هیچ طرح قبلی ندارم برای روی نقاشی. نقاشی برای من به صورت یک مصرع اول یک غزله. در مورد بقیهش اصراری ندارم، بقیهش رو فکر میکنم کسایی که میبینن باید بگن. آنچه که داشتم و در کارم هست واقعا یک طوری الهام گرفته از این دو مکان هست، یکی اصفهانه و یکی شیراز. برای من خیلی خیلی این دو شهر مهم بودن و تحت تاثیر واقعا فضاهایی که توی این شهر، توی این دو شهر شناختم قرار گرفتم. خواب هم حتی گاهی حس میکنم که با لهجه اصفهانیه، برای اینکه درش خیلی طنز هست، خیلی دوست دارم. همیشه فکر کردم مثل این که هویت آدم اون زبانیست که درش خواب میبینه و وطنش هم همون، همون زبانیست که درش خواب میبینه. من تا در فارسی خواب میبینم مال اصفهان هستم و بعد سیتیزن شیراز بعد هر جای دیگه‌ای که در زندگی میکنم. این درسته.